خیلی از اوقات ممکنه که ما توی زندگیمون به این قضیه فکر کنیم که آیا من به بلوغ فکری رسیدم؟ آیا من از لحاظ ذهنی و لحاظ عاطفی آدم بالغی به حساب میام یا نه؟ این قضیه هیچ ربطی به سن و سال نداره. میخوایم با همدیگه راجع به 6 تا از نشونه هایی که نشون میده شما به بلوغ عاطفی و یا فکری رسیدید صحبت کنیم. اول از همه با خودت صادق باش. 2 بریم که با هم یه ویدیو رو ببینیم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخواییم با همدیگه راجع به 6 تا از موارد و ویژگی های شخصیتی که میتونیم ما تو خودمون ایجاد کنیم یا میتونیم واقعا داشته باشیمشون با همدیگه صحبت کنیم و ببینیم که آیا منی که دارم این ویدیو رو میبینم به بلوغ فکری و یا عاطفی رسیدم یا نه. این قضیه چیزی نیستش که با 6 تا مورد بشه تشخیصش داده، اینو از همین اول بهتون بگم، ولی در کل میتونه یه تلنگر خوبی باشه و یا یه ارزیابی خوبی باشه برای اینکه بخواید بیشتر با خودتون آشنا بشید. بریم که راجع به این 6 تا مورد صحبت کنیم. تصور کنید که توی یه جمعی حضور دارید که توی اون جمع 10 تا آدم با سنهای مختلف با جنسیتهای متفاوت نشستن و دارن راجع به یه موضوعی صحبت میکنن و همشون راجع به یه دونه از نظرهایی که دارن توافق نظر دارن، همشون نسبت به اون قضیه معتقدن، ولی من نسبت به این قضیه اصلا اینطوری فکر نمی کنم و حس می کنم که شاید نظر اونها متفاوته با نظر من. کسی که به اون بلوغ فکری رسیده باشه میگه اوکی، من نظر خودم رو بیان می کنم، اصلا اهمیتی نداره که شما با نظر من موافق یا مخالف باشید، مهم اینه که من یه جورایی ابراز وجود کردم و راجع به چیزی که فکر کردم صحبت کردم، اصلا حتی بنابر این نیستش که نظر من درسته یا اشتباهه، مهم اینه که من بدون هیچ ترسی نظر خودم رو با وجود مخالفت هایی که ممکنه در پی داشته باشه بیان میکنم. بریم سراغ دومی موقعیت. من یک عالمه کار دارم، یک عالمه مسئولیت دارم، ولی دیگران رو مسئول انجام دادن کارهای خودم نمیدونم. دیگران وظیفه ندارن که به من کمک کنن، وظیفه ندارن که بیان یه باری از روی دوش من بردارن. اگر این کار رو انجام بدن خیلی لطف کردن، خیلی ازشون ممنونم، ولی واقعا وظیفه این کار رو ندارم. من کارهای خودم و مسئولیتهایی که دارم، وظایفی که بر عهده منه رو به گردن دیگران نمیندازم. اگه اینطوری هستی یه انگشت دیگه تو بیار پایین. بریم ببینیم تا آخر ویدیو چند تا از انگشتاتو میاری پایین. به طور کلی عزت نفس و اعتماد به نفس بالایی دارم. اگر که میخواید راجع به عزت نفس و اعتماد به نفس اطلاعات بیشتری به دست بیارید، واقعا توی این ویدیو جا نمیشه. من توی کانالم این ویدیو رو ساختم، هم راجع به عزت نفس ویدیو ساختم، هم راجع به اعتماد به نفس. برید توی ویدیوها بگردید و حتما پیداش کنید و اون ویدیو رو ببینید. اگر هم حال و حوصله گشتن ویدیو رو نداشتید، قسمت دیسکریپشن رو یه چک بکنید، قطعا لینکش اونجا هست، میتونید روش کلیک کنید بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید و برید اون ویدیو رو ببینید، متوجه بشید که آیا اعتماد به نفس دارید، عزت نفس دارید، ندارید، اصلا این دوتا با هم چه فرقی میکنن، چرا دوتا کلمه مجزا هستن و کلا هر اطلاعاتی که راجع بهش لازم داشته باشید و توی اون ویدیو میتونید به دست بیارید. یه سری از مواقع توی زندگیمون قاعدتا نیاز داریم که یه سری از مسائل رو با خودمون حل کنیم و یه تصمیمی بگیریم. تصمیم گرفتن درست کار سختیه، ولی قاعدتا نیاز به یه سری تعادل ها داره، نیاز به یه سری خودکنترلی ها داره، نیاز به یه سری برنامه ریزی ها داره، نیاز داره که یه سری چیزها رو با خودمون شفاف سازی کنیم، مشورت کنیم و خیلی 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 کارهای دیگه رو انجام بدیم. نیاز داره که یه سری از روش‌های حل مسئله رو بلد باشیم و بتونیم یه ذره نسبت به احساساتمون کنترل داشته باشیم. و اگر که این مهارت‌ها رو داریم و میتونیم تصمیمی بگیریم که بعداً نسبت بهش شک نکنیم، ازش منصرف نشیم، مدام نخوایم تصمیممون رو عوض کنیم و روی تصمیمی که گرفتیم پایبند باشیم و تقریباً هم تصمیم درستی سعی کنیم که بگیریم. این قضیه رو اگر که توی شخصیتمون داریم یکی دیگه از انگشتاتو بیار پایین.
بریم سراغ مورد بعدی. کسی که به بلوغ فکری و عاطفی رسیده باشه، تنهایی رو برای خودش چیز بدی نمیدونه و میدونه که تنها بودن و احساس تنهایی کردن خیلی با هم دیگه فرق داره و هر کدوم از ماها میتونیم توی هر کدوم از بازه‌های زندگیمون هر کدوم از اینها رو تجربه کنیم. یعنی هم میتونیم تنها بودن رو تجربه کنیم، هم میتونیم احساس تنهایی کردن رو تجربه کنیم. آدمی که این ویژگی رو داشته باشه از تنهایی خودش ترسی نداره و میدونه که میتونه چجوری مدیریتش کنه، میدونه که این قضیه بخشی از زندگیه، میدونه چجوری هندلش کنه، میدونه چجوری باهاش کنار بیاد و کلاً ارتباط خوبی با شخص خودش داره. و مورد آخر، درسته که انسان یک موجود اجتماعیه، توی اجتماع رشد میکنه، توی ارتباطاتش پیشرفت میکنه، مسائل خیلی زیادی رو یاد میگیره، خیلی چیزها رو میآموزه به دیگران، ولی کسی که به بلوغ فکری رسیده باشه خودش رو مسئول نیازهای دیگران نمیدونه. میدونه که من توی یه سری از مواقع به دیگران کمک میکنم، ولی این کمک کردن 100% وظیفه شخص من نیست. اون آدم هم مسئوله که به خودش کمک کنه در مواقع نیاز. فقط قرار نیستش که من به دیگران خدمات بدم، فقط قرار نیستش که من توی ارتباطاتم حضور پررنگ داشته باشم. خیلی از چیزا متقابله، ارتباطات دو سویه کار میکنه، یه طرفه کار نمیکنه. پس اون آدم این قضیه رو میدونه و خودش رو مسئول نیاز و مشکلات دیگران نمیدونه. من توی چنلم راجع به موضوعات توسعه فردی ویدیو تولید میکنم. اگر که دوست داشتید میتونید چنل رو سابسکرایب کنید، جزء خانواده ما بشید و البته آیدی اینستاگرام هم این بالا هست. خوشحال میشم که اونجا ببینم تو، حتما فالوش کنید. راجع به 6 تا از موارد صحبت کردیم. به من بگو که چند تا از انگشتات آوردی پایین و چند تا از این ویژگی‌های اخلاقی رو توی خودت داشتی. توی دلت هم با خودت بگو که کدوم یکی از اینا رو قراره تو خودت ایجاد کنی. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی و توی ویدیوهای بعدی میبینمت. بایی.